آنتی دپرسنت از رو فلش کارت داریم میخونیم. خب کارت شماره چنده؟ 172. گفته که کارت اول آمیتریپتیلین اند آدر تریسیکلیکا. خب یعنی منظورش کیا بوده؟ آنتی دپرسنت های تریسیکلیک یا ترشیاری آمینن، مثل آمیتریپتیلین، ایمیپرامین، کلومیپرامین و دوکسپین، یا سکنداری آمینن مثل دسیپرامین، نورتریپتیلین، پروتریپتیلین، ماپروتیلین. بعد SSRI یعنی سلکتیو سروتونین ریاپتیک اینهیبیتور، فلوکستین. لایکوه مادر من دستو چی کار کنم؟ خب مجبوری خودت اینجا فرو کنیم تو فیلم نشونه کنم دوباره داری چه بلایی تو سر من میاد. لایکو حق نداری اینجا بشینی، بیا اینجا ببینم. بودو لیاقت نداری اینجا بگیری بخوابی. دست من نمیبینی که چنگ میزنه؟ خب چه من داره دختر چنگلو. SNRI مثل ونلافاکسین، آتیپیکال آنتی دپرسن نفازودون و ما او اینهیبیتور فنلزین. قبوله؟ حالا آمیتریپتیلین که ترشیاری آمینه، این شکل آمیتریپتیلینه، یاد باشه تو فارماکوتیکال کیمستری هم داشتیمش، درسته؟ شکل که آمیتریپتیلین. بعد حالا آمیتریپتیلین مکانیسم پروتیپیکال تریسیکلیک آنتی دپرسنت TSA and that inhibits the reuptake of norepinephrine and serotonin thereby potentiating their neurotransmissions. Clinical effect are not seen for several weeks. اثرش بر چند هفته دیده نمیشه. Suggesting that the sensitization and downregulation of presynaptic inhibitory autoreceptor may explain the long-term effect. دلیلش چیه؟ بایستی اول دسنسیتیزیشن و داون رگولیشن آف پریسینابتیک اینهیبیتوری آتورسپتور ها انجام بشه، هم دسنس بشن هم داون رگوله بشن، تا اینکه لانگ ترم افکتش بیان بشه. تریسیکلیک آنتی دپرسن آلسو بلاک هیستامین رسپتور، موسکارینیک رسپتور، آلفا 1 آدرنو رسپتور و آلفا 2 آدرنو رسپتور، اکانتینگ فور نیومروس ساید افکتشون میشه. کلینیکال یوز TSA ها برای نوروپاتیک و کرونیک پینه، نوروپاتیک پینن، کرونیک پین، برای انیورزیز، کلینیکال دپرشن، میگرن پروفیلاکسی و ADHD این چیدرن، اونایی که بچه هایی که هایپر اکتیو هن. پس استفاده اصلشون کلینیکال دپرشنه، ولی شاید برای نوروپاتیک پین که گلت اجران آنالجزیک بودن اینا، نوروپاتیک و کرونیک پین ادران آنالجزیکن. انیورزیز هم استفاده میشن برای میگرن پروفیلاکسی، پیشگیری از